سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز کانال پرشین هندیمن و همچنین خسته نباشید میگم به آقای پرشین هندیمن که زحمت میکشن و این برنامه های مفید و آموزنده رو برای ما تهیه میکنن. امروز من بار دیگه مهمان کانال شما هستم تا شما رو با عملکرد یک دستگاه ارزون قیمت تیگ چینی آشنا کنم. اگر شما جزو اون دسته از افرادی هستید که به دنبال خرید یک دستگاه تیگ ارزون قیمت میگردید، من تماشای این برنامه رو تا آخر به شما توصیه میکنم. منتها قبل از اینکه شروع به کار کنم، اجازه بدید یک سوء تفاهمی که در برنامه قبلی پیش اومد و برطرف کنم. در برنامه قبلی من خدمت شما عرض کردم که اون چینسای موتوری یا اون اره زنجیری خطرش از اون دوتای دیگه کمتره. ببینید، منظور من یک اره 20 اینچی برای انجام کارهای ساده بود، مثل بریدن شاخه ها، قطع درخت های کوچیک، کارهای باغبونی و اینجور کارا. اما برای بریدن یه درخت بزرگی مثل این، من از قبل پیشبینی خیلی چیزها رو کرده بودم و خیلی کارا رو انجام داده بودم که زمان برنامه کوتاه بود و من نتونستم اونا رو نشون بدم و توضیح هم بهتون ندادم. البته که اگر من نتونم پیشبینی کنم این درخت کجا میخواد بیفته، خسارتش قابل مقایسه با اون دوتای قبلی نیست. حالا در این تصویر من در کنار یک درخت بسیار قطور جنگلای استوایی ایستادم. مسلماً با یک اره 20 اینچی من هرگز نمیتونم همچین درختی رو قطع کنم. خب بریم سراغ دستگاه تیگ ارزون قیمت چینی با برند هیت باکس. اگر من اسم این برندها و قیمتاشون رو براتون زیرنویس میکنم، این فقط برای اینه که به شما کمک کنم تا بتونید مقایسه بهتری در هنگام خریدتون داشته باشید. قصد من تبلیغ یا فروش نیست. من هیچ نفع مادی از این برنامه ها نمیبرم و هیچ شرکتی هم منو اسپانسر نمیکنه و این قیمت ها هم بر حسب دلاره. اگر این برندها در بازار ایران موجود باشه، من نمیدونم چنده. منتها اینا فقط برای اینه که به شما کمک کنم تا بتونید مقایسه بهتری داشته باشید. ضمناً من یه جوشکار حرفه‌ای آرگون نیستم. امیدوارم سطح انتظارات شما از این برنامه آموزش جوشکاری آرگون در سطح حرفه‌ای نباشه. این برنامه فقط ریویوی یک مشتری است که یک دستگاه تیگ ارزون قیمت چینی رو خریده و میخواد عملکردش رو بررسی کنه و نقاط مثبت و ضعفش رو به شما بینندگان عزیز منتقل کنه تا شما هم در خریدتون اونها رو مد نظر قرار داشته باشید. از اینجا به بعد هر جا که من مجبورم از واژگان انگلیسی استفاده کنم، زیرنویسش هم براتون می‌نویسم. برند هیت باکس جزو یکی از برندهای معروف و قابل اعتماد شناخته شده است. از بیرونم خیلی قشنگ به نظر می‌رسه. ببینید، من از چین هم جنس ارزون و بی‌کیفیت خریدم، هم برند با کیفیت خریدم. دیدم تفاوت کارشونه. منتها اینم برندیه که قیمتش نسبتاً ارزونه و معروف و شناخته شده است. اینم ورقه برندش. خودتون از صداش تشخیص میدید که ضخامتش چقدره. این دو شاخه اوریجینالش بوده. این دو شاخه تو کشورهایی مثل انگلیس استاندارد انگلیسه. من عوضش کردم، ایرانی کردم. داخل این یه فیوز بوده. ولی این فیوز نداره. به این نوع دوشاخه ها میگن شوکو پلاگ. من این سوکتم با خودم از ایران آوردم. اگر شما برید تو مغازه الکتریکی بگید یه سوکت یا دوشاخه صنعتی میخوام، یکی از اینا به شما میده. ولی در اصل اینا صنعتی نیستن. هرچی باشن از این بهتره. از نظر ضد آب بودن. روی کابلش نوشته 4 mm. و وقتی هم چک کردم واقعا 4 mm بوده. قطر کانداکتورش 4 square mm. کابل قطوری هم است. یه کیبل گرند ضد آب.
ورودی گازشه و اینم یه سولنوئید ولف. کلید روشن خاموشش جنس خیلی خوبیه، راکر آرم. میتونید ببینید رابر داره، ضد آبه. ورودی هواست و فن. و این قسمت هم خروجی هواست. همچنین از این کناره های بدنه هم هوا خارج میشه. ببینید کیفیت اسمبلی رو. این سوراخ ها برای چیه؟ اینا ساپورت هیتسینکه. این هم هیتسینکشه. این هم که ترانسفورمرشه. مزیت دستگاه جوش های امروزی هم که ترانسفورم های کوچیکشونه. این شلنگ گازشه. خب این سولنوئید ولوه، شلنگ گازه. به داخل یه کانکشن میخوره که از اینجا نشون دادنش خیلی سخته. این پیچش در اومده بود، لغ میخورد، من سفتش کردم. ببینید اینم خروجی، اینم میبینید بازی میکنه. اینم که کارنت سنسوره قاعدتا. اینم ببینید از ترمینال مثبت، این کابل ترمینال مثبت اگه یه کارنت سنسور بهش وصله. کیبل لاگش رو نگاه کنید، از جنس کاپر یا برس نیست. این کیبل لاگشه، ترمینال مثبتشه. کپاسیتورش هم که داخل دیده نمیشه. اینم ترمینال منفیش. ببینید ضخامت باسبارش رو ببینید. از بیرون خیلی با کیفیت و خوب به نظر میرسید، ولی کیفیت اسمبلیش افتضاح است. ببینید این برد اصلیشه. نمیدونم دیده میشه یا نه، اینجا کجه، این قسمت کجه دیده میشه یا نه، این چه وضعیه. در مورد دوشاخه‌های سنتی هم بگم که اینا آی پی نامبر دارن. الان من شکل دو تا سوکت و پلاگ اینداستریال پلاگ رو بهتون نشون میدم. فرض کنید مثلا میگن این آی پی نامبرش 45، این یعنی آب و با فشارم بپاشی داخلش نباید بره. طول کابل تورچش هست 12 فیت. روش 4 تا دکمه داره مثل پلی استیشنه. البته جوشکارهای حرفه‌ای که کامنت گذاشته بودن خوششون از این نیومد. این برای حالت توتی فورتی روشن خاموشه. این هم آمپرش رو کم و زیاد میکنه. چیزی که برای من عجیب بود این بود که توی منوالش عکس یه پدال پایی کشیده بود، ولی فروشنده میگفت این پدالی نیست. آمپرش رو یا باید از رو دستگاه کم و زیاد کنی یا از رو این. طول کابل گیرش هم 6 فیته که یه خورده کوتاست برای کار من. قطرش البته خوبه، 25 اسکوئر مم. جنسش از استیل جی آی، محکمه، منتها جنس فکش از کاپره. این دوتا فک هم به وسیله یه الیاف سیمی مسی به همدیگه بافته شده. البته این کیبل لاک باید از جنس کاپر می بود. یه توضیح مختصر. سه تا فانکشن داریم اینجا. DC پالس، DC تیگ، MMA یا همون استیل بلت. بذارید از DC پالس شروع کنم. این دکمه ای که اینجا میدید برای گردشه. گردشی اینا رو انتخاب میکنم. ببینید الان من هر بار که اینو میزنم میره نفره بعدی، میره سراغ بعدی. آمپر ماکسیموم اینه. ما الان تو جوش پالسی هستیم. این هم که ولومه، هر کدوم از اونا رو میتونی کم و زیاد کنی. ماکسیمومش 200، مینیمومش 10. بیس آمپر
آمپر مینیمومه، مینیمومش تو 10، ماکسیمومش هم تو 200، بر حسب آمپر نه بر حسب درصد. دکمه گردش دان اسلوپ چند ثانیه بخواد باشه؟ پوسفلو نه فینیش امپ، آمپر پایانیه. این هم که پوسفلوه بر حسب ثانیه. پاس بیتس فرکانس اینا رو بعدا من عملیش رو انجام میدم. پریفلو آمپر شروع، استارت امپ، آپ اسلوپ، پیک امپ، آمپر ماکسیمم. این هم برای وضعیت توتی فورتی. این هم که اثبات بعدا توضیح میدم. فانکشن بعدی دی سی تیگه، بیشتر من روی اینم. آمپر پیک 37 دیگه آمپر بیس نداره، این دیگه پالسی نیست، این دی سی. دان اسلوپ آمپر پایانی، پوست فلو، پری فلو، آمپر استارت، آپ اسلوپ، این هم که آمپرش با این ولیوم هم کم زیادش میگه. حالت بعدی که MMA همون استیک بلده، من کاری باش ندارم. به سراغ اینجا توتی فورتی اسپاد، دو ضرب چهار ضرب. اسپاد یعنی جوش نقطه‌ای یا همون خالجوش. به این سراغ خالجوش فرض کنید میخوای یه جایی رو یه جوش کوچیک بزنی، آمپری رو میذاری مثلا 60. بعد از اون که خالد رو زدی یه خورده گاز رو خارج میکنه، پوست فلو. این هم زمان خالجوشته بر حسب ثانیه. هات استارت این دستگاه قابلیت جوش فلزات غیر آهنی مثل آلومینیوم و مس نداره. در الکترونیک جهت قراردادی جریان در جهت حرکت بارهای مثبت، بنابراین از قطب مثبت باتری به سمت منفی باتریه. اما در جوشکاری برعکسه، جهت حرکت جریان در جهت حرکت بارهای منفیه، یعنی از ترمینال منفی میره به ترمینال مثبت. ما دو تا پولاریتی داریم اینجا. حالت اول اینه که من تورچ رو وصل کنم به ترمینال منفی، بعد گیره رو وصل کنم به ترمینال مثبت. این میشه دایرکت پولاریتی. این روش صحیح جوشکاری تنگستنه. حالت بعدی پولاریته معکوس، ریورس پولاریتی، یعنی تورچ رو وصل کنم به مثبت، گیره رو وصل کنم به منفی. این حالت غلطه چون تنگستنمون خیلی سریع ذوب میشه. یکی دیگه از معایب این دستگاه اینه که برای بستن این کانکشن کلنگ گاز آرگون جا خیلی کمه، جا برای آچار خورش و حتی کابل سیگنال. ما بیشتر وقتا آتیشو با یه جرقه شروع میکنیم. موتورهای بنزینی هم با یه جرقه استارت میخورن.
تو جوشکاری هم ما برای شروع کار به یه جرقه نیاز داریم. به این روش میگن کبریتی. اما این روش مناسبی واسه جوش تنگسن نیست. چون نوکش ساییده میشه. روش دوم لیفتیگه. یعنی نوک تنگسن رو میچسبونن به قطع کار. یه جریان ضعیف ازش میگذره. حدود 1-2 میلیمتر بلندش میکنن و اون جرقه اولیه زده میشه. این بهتر از کبریتیه، ولی مشکلش اینه که اگه دستگاهتون خوب کالیبره نباشه، نوک تنگستانتون بعضی وقتا میچسبه به قطع کار. ما روش سوم های فرکانسیه. یعنی با فرکانس خیلی زیاد یه جرقه رو تولید میکنن و شما لازم نیست نوک تنگستانتون رو بچسبونید به قطع کار. این دستگاه قابلیت های فرکانسی رو داره.